این محصولات ها کاری دستی دانشجویان است. آن را در صحنه دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی به نمایش گذاشتند. مهمانان که رکتورهای مکتب‌های تحصیلات اولی کسبی کشور بودند از آن دیدن کردند. رکتوران و معاونان آنها به این محصولات ها و نمایش بهای بلند دادند. بعد نمایش که امروز سنه 22 دکبر تشکیل کرده شد، جلسه نوبتی شورای رکتوران مکتب‌های تحصیلات اولی کسبی کشور برگزار گردید. مهمانان امروز برابری برگزاری شورا همچنین به تأسیس یابی دستالگی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی شرکت ورزیدند. معاون وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان دلاور قادرزاده سخن کرد. جدی بلند برداشتن صفات تعلیم از خودمده تکنولوژی موسیری اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، تکمیل سطح زباندانی، بالا برداشتن تفکر تکنیکی جوانان و جلب آنها به آموزش تکنولوژی موسیر، رسیدن به هدفهای استراتژی رشد از جمله صنعتی کنی با صورت مملکت، در این جدا نقش دانشکده پلی‌تکنیکی، دانشکده تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی در شهر خوجند خیلی نظررس می باشد. دانشکده مذکور از سال اول تشکیل در خطور اولین ها نظام کردیت تحصیلات را پای در همه زینه تحصیلات اولی کسبی با پرگی براه مونده است. تشبس های دانشکده جهت جاری نمودن نظام داخلی دانشکدهی کفالت صفت سیستم اطلاعاتی ادارکنی دانشکده در اساس تکنولوژی اینترنت نظامی دائم عمل کننده امتحانات مرکزی شده از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستگیری یافته، نتیجه آن مثبت ارزیابی کرده شده. دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی با 190 دانشگاه‌های عالی خارجی کشور همکاری زیچ دارد. این همکاری‌ها باعث رشد دانشگاه و صاحب کسب تربیت نمودن دانشجویان و جوانان محسوب می‌شود. در 10 سال اخیر دانشکده مذکور 9000 نفر متخصصان صاحب کسب را تربیت و متخصص ارزنده نمودند. زینورا عظیمی معاون رئیس ولایت سوغ می‌گوید که برای رشد کارخانه‌های صنعتی و استحصالی سهم دانشکده مذکور بزرگ می باشد. دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند در طول بیش از 10 سال فعالیت خیش در آماده سازی کادرهای صاحب تخصص رشته‌های برنامه ریزی، تلکامونیکاسیا، انرژتیکا، نقلیات، ساختمان، معماری، آگروتکنولوژی، تکنولوژی محصولات خوراکی، اقتصادیات و مالیات با موفقیت‌های بی‌نظیر صاحب گردیده چون مؤسسه اولی نوآور و پیشاهن در جامعه نوین صاحب استقلال شناخته شده است. همچون بیسوی آموزش و رشد فهمهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دلیل توجه روزافزون پیشوای معظم ملت و رشد ساحه علم و تکنیکا میباشد. این اقدام سرور دولت یکی از اصلاحات مهمترین در ساحه معارف مملکت در دوران استقلالیت به شمار رفته برای رشد استوار مملکت از جمله صنعت کنونی با سرعت مساعدت نموده ایستاده است. دانشکده که 10 سال قبل از این تشکیل کرده شد امروز زمینه بزرگ دارد، زیرا دانشگاه اقتدار خوبی تیار کردنی کادرها و متخصصانی صاحب کسب را نه تنها در حدود ولایت سوغ بلکه بیرون از آن را دارد. در 10 سال اخیر ختم کنندگان این مؤسسه تعلیمی به جز از جمهوری تاجیکستان و کشورهای برون مرزی نیست همچون متخصصی ارزنده فعالیت کاری می نمایند. این حالت باعث افتخار می باشد، می گوید دایرکتور این دانشکده. اقدام پیشوای معظم ملت دایر به اعلان نمودن سالهای 2020-2040 به سالهای آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سالهای علم و معارف از زمره چنین اصلاحات به شمار رفته و تطبیق هدفهای استراتژی مملکت و آماده سازی کادرهای صاحب تخصص برای اقتصاد ملی نگرانیده شده است. در واقعی خیش بازیایان و کارمندان ساحه علم و معارف سنه 18 مارت 2020 پریزیدنت مملکت تاکید نمودند. ما در دایره رشد علم های معاصر صنعت کنونی با صورت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلان نمودیم.
Дар афтишрои мазкур наздик 10 нафар устодони донишгоҳ соҳиби нишони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. Нишонро муовини вазири маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ректорони донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба устодон дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. Мавзӯъҳои баррасӣ шуда дар шӯро бошад ба раванди таҳия ва татбиқи низоми менеҷменти сифат дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва вазъи фаъолияти донишгоҳи Осиёи марказӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бахшида шуд. Ҳадаф табодули назар мебошад. Гузориши Мафтуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.